سرخط خبرها. فرمانده اکمل امیر به خاک سپرده شد. تفنگداران ناشناس یک جوان را در پروان تیرباران کردند. کودک در لوگر با داس به قتل رسید. نزدیکان والی طالبان در هرات یک چوپان را با صد رز گوسفند ربودن و دیدارهای پی در پی بنیانگذار لشکر فاطمیون با مقام های طالبان. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تفنگداران ناشناس یک جوان را در پروان تیرباران کردن. منابع محلی در پروان از کشته شدن یک جوان از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت خبر می دهند. این رویداد یک شنبه شب 27 حمل در روستای خوجخیل از مربوطات ولسوالی جبل سراج به وقوع پیوسته است. این جوان محمد صادق نام داشت و افراد ناشناس او را پس از ادای نماز تراویح تیرباران کردند. به گفته منابع، صادق پس از خواندن نماز تراویح با 3 تن از دوستانش از مسجد بیرون می شود، اما آنان در مسیر رفتن به خانه با یک گروه 5 نفری مسلح روبرو می شود. افراد مسلح دستان هر 3 تن را به پیش بسته و سپس صادق را در جا تیرباران کرده و 2 تن دیگر را رها می کنند. تا اکنون انگیزه این رویداد معلوم نیست. طالبان نیز هنوز در این مورد چیز نگفتند. گفتنی است که چند ماه به این سو ترورهای مرموز در مناطق مختلف ولایت پروان افزایش یافته است. مراسم به خاک سپاری اکمل امیر. پیکر اکمل امیر پس از یک هفته در کاپیسا به خاک سپرده شد. منابع محلی در ولایت کاپیسا گفتند که پیکر اکمل امیر فرمانده ارشد جبهه آزادی پس از یک هفته در این ولایت به خاک سپرده شده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که پیکر فرمانده امیر ساعت 5 عصر روز دوشنبه 28 حمل در منطقه سربند بالای ولسوالی حصه اول کوهستان دفن شده است. و گفته منابع، طالبان مانع اشتراک افراد بیشتر در مراسم تشییع جنازه این عضو جبهه آزادی شدند. منابع تصریح می کنند که هرچند در مراسم به خاک سپاری فرمانده امیر حدود 100 تن اشتراک کرده بودند، اما طالبان مردم را متفرق کرده و هشدار دادند که به خانه های خود برگردند. یکی از اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت طالبان همچنان مانع تصویربرداری از مراسم خاکسپاری شده و حتی چند نفر را که میخواستند از این مراسم ویدیو بگیرند مورد لعن و کوب قرار دادند. فرمانده اکمل امیر با دست کم 6 تن از افراد تحت امرش دوشنبه شب 21 حمل در پی درگیری با طالبان در ولسوالی شتل ولایت پنجشیر کشته شد. از آن زمان تا اکنون طالبان جسد او را به خانوادهش تسلیم نکرده بودند. اکمل امیر از فرماندهان نیروهای ویژه حکومت پیشین بود که پس از سقوط نظام جمهوریت به پنجشیر رفت. او در آغاز به جبهه مقاومت و سپس به جبهه آزادی پیوست. همچنان صبغت الله احمدی در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: آرام بخواب امیر، رفیق خوب و مهربان من. تو و یاران قهرمانت برای همیشه در قلبهای مردم ما زنده اید. طالبان اشغالگر نابود شدنی اند و رزم صبح پیروزی را با نامهای شما خواهیم نوشت. محقق: عقابان هندوکش در نبرد با گرگان لاشخور وحشی جانهایشان را از دست دادند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به جان باختن نیروهای جبهه آزادی در درگیری با جنگجویان گروه طالبان نگاشته است که عقابان هندوکش در یک نبرد نابرابر با لشکر از گرگان لاشخور وحشی جانهای خود را از دست دادند. به گزارش سپوتنیک، محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به جان باختن نیروهای جبهه آزادی در برگه رخنامه‌اش نگاشته است که 6 تن از عقابان تیرس پرواز هندوکش در یک نبرد نابرابر با لشکر از گرگان لاشخور وحشی
در اطراف ولسوالی شطر پنجشیر جانهایشان را از دست دادند. محقق تأکید کرده است که نام این مبارزان در تاریخ مبارزات مردم افغانستان جاوید شده است. کودک در ولایت لوگر با داس به قتل رسید. مسئولان محلی طالبان در لوگر گفتند که یک کودک 11 ساله در مرکز این ولایت از سوی یک مرد با داس کشته شده است. قماندانی امنی طالبان در لوگر با نشر خبرنامه‌ای گفته که کودک کشته شده زین الله نام داشت و ناوقت روز یک شنبه 27 حمل در روستای بادامباغ شهر پلعلم مرکز این ولایت به قتل رسیده است. بر بنیاد خبرنامه، خانواده کودک کشته شده ساکنان اصلی ولایت پکتیا هستند و مردی که متهم به قتل کودک شده از ولایت ننگرهار به لوگر آمده است. بر اساس اطلاعات، کودک در ابتدای رویداد زخمی بوده اما به دلیل شدت جراحات در شفاخانه جان باخته است. نزدیکان والی طالبان در هرات یک چوپان را با صدر از گوسفند ربودند. منابع محلی در هرات گفتند که نزدیکان مولوی نور محمد اسلامجار والی طالبان در هرات یک چوپان را با صدر از گوسفند در این ولایت ربودند. منابع روز دوشنبه 28 حمل در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که این رویداد در ساعت گلچا و چادتختی ولسوالی کشک روبات سنگی و گلنار ولایت هرات اتفاق افتاده است. اطلاعات منابع حاکی از آن است که نزدیک به 30 جنگجوی مسلح از نزدیکان والی طالبان در هرات شب هنگام با هجوم بر رمه های چوپان ها در مناطق یاد شده چند تن از آنان را لطبکوب کرده و دست و پای آنان را بستند. دیدارهای پی در پی بنیانگذار لشکر فاطمیون با مقامهای طالبان. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شنبه 26 حمل از دیدار معاون این سفارت با مقامهای محلی طالبان در ولایت هرات خبر داد، اما مقامهای طالبان در ولایت هرات در این مورد سکوت کردند و هیچ عکس یا گزارش از این دیدار منتشر نکردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییت خود نگاشته است: حسن مرتضوی معاون این سفارت در دیدار با نور احمد والی طالبان در هرات پیرامون مسائل گوناگون صحبت کرده است. در بخش استیویت این سفارتخانه چنین آمده است: در این دیدار طرفین پیرامون موضوعات مرزی، تجاری، اقتصادی و کنسولی از جمله افزایش میزان صادرات برق ایران، حل مشکلات مرزی، توسعه خطوط ریلی و دیگر چیزها گفتگو و تبادل نظر نمودند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.